کارخانه تولید الیاف کربن T300 با ظرفیت 150 تن در سال به بهره برداری رسید. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به راهبرد وزارت دفاع در تولید مواد اولیه پیشرفته گفت افزایش تولید این محصول راهبردی علاوه بر تامین نیازهای صنایع دفاعی، بخشای عمده ای از نیازهای غیر نظامی کشور را نیز تامین می‌کند. فتح سنگری جدید از علم و فناوری و قطع حلقه دیگر از وابستگی، فرزندان ملت با عزم ملی، مدیریت جهادی و تکیه بر توانمندی ایرانی توانستند محصولی را تولید کنند که در صنایع نظامی و غیر نظامی نقشی کلیدی دارد. الیاف کربن، کارخانه‌ای که از طراحی دستگاه‌هایش تا تولید مواد اولیه حاصل اندیشه متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع است. مراسم آغاز بهره برداری از این محصول استراتژیک، وزیر دفاع هم آمد. میزان تاثیرگذاریش و پیچیدگی فناوری که داره، این یک سطحی از دانش و تکنولوژی رو در کشور به وجود میاره که یک سطح فراتر از سطوح قبلی است. الیاف کربن محصولی پرکاربرد است، از صنایع پزشکی، خودرو و ساختمانی گرفته تا صنایع دریایی و فراساحلی، صنعت استخراج نفت و صنعت گاز و پتروشیمی. ورود به این صحنه چیزی مشابه ورود به نانو هستش و این خب اهمیت این صنعت رو و این مجموعه رو بیان می‌کنه. آنچه الیاف کربن را از دیگر محصولات مشابه همچون استیل، آلومینیوم و فایبر گلاس متمایز می کند، استحکام فوق‌العاده آن است. این صنعت در داخل کشور به صورت بومی شکل گرفته و ما جزو کشورهای تولید کننده این محصول که الیاف کربن باشه هستیم. که با اعمال تحریم ایران را از دسترسی به الیاف کربن محروم کردند، حالا رقیبی جدی کنار خود می‌بینند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نیاز کشورهای منطقه به این محصول را نیز تأمین می‌کند. محصولی که با استحکام فوق‌العاده بالا، پایداری حرارتی و ابعادی عالی، هدایت الکتریکی، مقاومت شیمیایی، سازگاری با نسج بدن انسان و مقاومت در برابر سایش مورد نیاز بسیاری از کشورهاست. این یه محصول مهم و پرکاربرده، همون محصولی که بعد از تحریم ایرانی‌ها خودشون دست به کار شدن و تولیدش کردن.